گفتگو میکنم با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ. سلام میکنم به شما خانم امینی. بذارین از یه منظر دیگه نگاه بکنیم. ایران زیر تحریم های شدید قرار داره و خطر جنگ علیه ایران هم داره هر روز بیشتر میشه. تنش آمریکا و ایران رو مشاهده میکنید. با این حال مسئولان جمهوری اسلامی همچنان از بی اثر بودن این تهدیدها میگن. چنین انتظاراتی میتونه برای مردم ایران احساس امنیت ایجاد بکنه؟ درود به شما و به همه این مردمی که بیننده این برنامه هستن. ببینید، ما در مورد احساس امنیت اگه بخوایم حرف بزنیم، در واقع خیلی فاصله داریم با واقعیت. واقعیتی که مردم دارن به طور روزانه تجربهش میکنن این هست که وقتی هر روز صبح از خواب بلند میشن، با اخبار اعدام، با اخبار کشته شدن زیر شکنجه، با اخبار گران شدن دلار، با وضعیت معیشتی، اعتراض‌های پراکنده‌ای که سرکوب میشه، با این اخبار مواجهن. در حوزه بین الملل دائم همونطور که شما میگین، ما خبرهای تهدید پنهان و تهدید آشکار مشاهده میشه. نیروی نظامی و امنیتی که به قول شما بخواد احساس امنیت ایجاد بکنه در مردم، سالهاست که تبدیل شده به بازوی سرکوب علیه خود اون مردم، چه برسه به جنگ افروزی هایی که ایران داره در منطقه میکنه، از حمایت گروه های آشوب طلب، گروه های جنگ طلب گرفته تا در واقع روابط پنهانی و حمایت هایی که از گروه های شبه نظامی میکنه. بنابراین همه این مجموعه این شاخص ها هست که قرار احساس امنیت ایجاد بکنه، ولی در عمل تبدیل شده به در واقع یک آشوبی در دل میلیون ها ایرانی که هر روزشون رو اتفاقا نه تنها با احساس ناامنی، بلکه با احساس این که دیگه به کجا باید پناه ببرن. شما وقتی دولتی ندارین، حکومتی ندارین که به فکر منافع شما باشه، به فکر تأمین امنیت شما باشه، و به عکس در واقع همه عملکرداش نشون میده، مثل همین گندگویی های آقای رئیسی، در یک حبابی از حتی تصور امنیت، نه خود امنیت، زندگی میکنن و صحبت میکنن، در واقع ما تبدیل شدیم واقعا به یک مردم بی دولت، مردم بی حامی، مردم تنهایی که جز خودمون کسی رو نداریم برای اینکه بخوایم به ما احساس امنیت در داخل خارج ایران، چه برسه به این که حالا این سخنان ابراهیم رئیسی بخواد ایجاد احساس امنیت کنه. خانم امینی، به نکات جالبی اشاره کردید. حالا به نظر شما چقدر مردم ایران با این سیاست‌های ماجراجویانه جمهوری اسلامی احساس همدلی دارن؟ اصلا اگر همدلی وجود داشته باشه؟ ببینید، شاید شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌هایی که بی‌واسطه میتونن صدای مردم رو منتقل بکنن، دست کم بخش عمده‌ای از مردم دارن نشون میدن که نه تنها ایجاد همدلی ندارن، بلکه به طور جدی و عملی دارن زندگی دیگری رو نمایش میدن، زندگی که فقط منتقد جمهوری اسلامی نیست، مخالف جمهوری اسلامی هست، مخالف سیاست‌گذاریش، مخالف ایدئولوژیش، مخالف دیپلماسیشه. بنابراین اساساً یک دوگانه ای ما داریم، یک دوگانه رابطه دولت و ملت داریم در ایران که شاید شبیهش در هیچ کجای دنیا نباشه. بالاخره شما وقتی یک دولتی دارین، از اون دولت انتظار دارین حتی مخالفانی داشته باشه، اپوزیسیونی داشته باشه در داخل کشور، انتظار دارین قبل از هر چیزی به فکر تأمین امنیت کشور باشه، هم از نظر نظامی هم غیر نظامی. خب شما هیچ کدوم از این شاخص ها رو در داخل ایران در مناسبات روابط دولت و ملت، دولت و مردم در داخل ایران نمی بینین. مردمی که به طور دائم دارن می شون هر کس دوست نداره بگذاره بره، این کشور مال یک دسته خاص هست. خب در واقع همه این مسائل زیر سوال میره از اساس. بسیار ممنونم از شما خانم امینی که همراه ما در ایران اینترنشنال بودید.